درود دوستان، وقتتون خوش. من یه چند دقیقه به من اجازه بدید. خبرهای مهمی داریم که جناب کمالپور لطفا توی اینستاگرام برای من درخواست بفرست، من بیارمت بالا. جناب کمالپور توی فیسبوک من شما رو نمیبینم. درود بر شما. درود جناب کمالپور، لطفا توی فیسبوک هم بیا توی رستاخیز، تا توی فیسبوک هم بیارم همونجا بالا روی صفحه. اجازه بده من اول یکی رو پای درستش بکنم. درود دوستان عزیز، وقتتون خوش. لطفا توی فیسبوک برنامه رو پخش کنید، توی اینستاگرام هم استوری کنید، دوستانتون بیان. یه چیزی، یه سری مطالب مهمیه که باید اینو بگیم، در خدمتتون باشیم. کیومرث جان درود بر شما. توی فیسبوک لطفا بچه ها دوستان برنامه رو پخشش کنید. این برنامه یه برنامه یه به قول معروف اضطراریه که باید گذاشته میشد. جام کمالپور شما تصویرت فریز شده. جام کمالپور تصویرتون فریز توی اینستاگرام. مهران جان توی فیسبوک هم گوشیتو به گونه بذار که من دوربین تو داشته باشم. دوربین نداشت گوشیت توی فیسبوک. خب درود عزیزم، وقتتون خوش. یه چند لحظه به من اجازه بدید من بتونم جناب کمالپور رو هم روی اینستاگرام داشته باشم هم روی فیسبوک که مطالبی رو با هم دیگه بیان کنیم. که جناب کمالپور توی فیسبوک من دوربین ندارید شما. چند از ایزاد من از رستاخیز نباید وارد شم، باید برم از خود پیج خودم وارد شم. آره شما از صفحه خودت باید وارد شم. الان توضیح میدیم که چه اتفاقی افتاده در مورد این سیل ها. دوستانی که دارین سوال میکنید توی فیسبوک الان بهش میرسیم. لطفا برنامه رو پخشش کنید دوستان که دوستان دیگه هم بپیوندن. تا جناب کمالپور آماده میشن من الان من توی برنامه رو پخشش کنید دوستان که دوستان دیگه هم بپیوندن. من سعی جانم که چیز هستم توی فیسبوک هستم ولی دوربین ندارم. مهران جان شما صدای یکی از دستگاهاتو باید ببندی. نه ولومشو بیار پایین، ولومشو بیار پایین. توی فیسبوک آره صداتونو دارن، از طریق فیسبوک بیای، بیا روی فیسبوک. خب من اجازه بدید تا جناب کمالپور بیان روی فیسبوک. ببخشید دیگه ما چون یه مقداری هم بخاطر تعطیلات این داستان نوروز وضعیت دکور مکرمون به هم ریخته و این برنامه هم چون اضطراری بود معنی به این صورت خدمت دوستان برسیم. جواب کمالپور من شما رو دعوت کردم توی فیسبوک اگر هستیم. خب
صدا چیزه گوشی دوستان لطفاً ایتا بشه اوکی. خب مراد شما یه درودی با دوستان داشته باش، من صدات هم تست کنم ببینم که نخواست. درود به خودت سعید جان، امیدوارم خوب باشی. درود دارم خدمت یکایی که شما بینندگان و دوستان و همرزمان عزیزمون در هر کجای دنیا که هستید. میدونم بسیاری از شما مانند ما در شرایط عادی نیستید الان و هم اندوهگین هستید نسبت به اتفاقاتی که داره در داخل ایران میفته، فکرتون خرابه و ناراحت همیانانمون هستید، اما امیدوارم که بتونیم شرایط رو تغییر بدیم، حداقل با همدلی، همبستگی و اتحادی که میتونیم ایجاد بکنیم این شرایط رو برای داخل ایران تغییر بدیم. در ادامه به موضوعات بسیار بسیار مهمی میخوایم اشاره بکنیم. خواهشی که ازتون دارم، تنها کاری که الان ازتون برمیاد پخش کردن تمام ویدیوهایی که هر کسی ویدیو میذاره و فکر میکنید 1% موثره، پخشش کنید، پخشش کنید تا به گوش عمیانانمون در داخل ایران برسه. سپاسگزارم. دوستان توی اینستاگرام صدای جناب کمالپور براتون خوب میاد؟ دوستان اینستاگرام لطفاً بنویسید اگر صدای جناب کمالپور خوب میومد که ما ادامه بدیم. خب تا صدای ما یه مقدار برسه به داخل ایران به بچه ها توی اینستاگرام یه مقدار طول میکشه. بذار من اوکی رو بگیرم از دوستان که اگر نه که چیز کنم اسپیکر رو نصب کنم. نه اینستاگرام قطع نشده، اینستاگرام وصله. جام کمالپور یه چک میکنی اینستاگرامو؟ الان دارم کار میکنم که نه وصله، اینستاگرام وصله، مشکل نداره. خیلی خوب. خب پس صدام ظاهرا خوبه برای دوستان میرسه، امیدوارم که مشکلی پیش نیاد. صدای منم خوبه. بله بسیار عالی. خب منم یه درود بفرستم خدمت هموطنانمون. امروز دوشنبه 5 فروردین ماه 2578 شاهنشاهی ایرانی با یک برنامه مهم در مورد اتفاقات اخیری که افتاده، البته حالا جناب کمالپور توضیح میده، قبلا هم این اختارات داده شده بود. خب من صدام از این برداره برمیگرده، سیستم ما امشب کلا به هم ریخته ولی خب دیگه چاره ای نیست. خب جام کمالپور در خدمتتون هستیم، شما توضیحات اولیه رو بدید تا بریم سراغ گام به گام. من قبل از اینکه خواسته باشیم به موضوع بررسی بپردازیم، بررسی کنیم موضوعات این سیل ها و حوادثی که داره رخ میده، اجازه بدید جناب قاسمی یه تسلیت بگم به همیانانمون. من تسلیت به خاطر از بین رفتن یا فوت همیانانمون نمیخوام بگم، تسلیت میخوام بگم به علت 40 مرگ غیرت و ایرانی بودنمون که دیگه هیچ غیرتی، هیچ حس ایران شهری برامون باقی نمونده و از بین رفته، و بابت این موضوع به تمام همیانانم در هر کجا که هستن تسلیت میگم و امیدوار هستم که سریعتر بتونن به بازسازی و احیای این موضوع بسیار مهم که نتیجهش زنده موندن ایران هست بتونن برسن. این یک. در رابطه با حوادثی که همیشه در داخل ایران رخ داده، ما همیشه اومدیم توضیح دادیم و بسیار بسیار متاسفم، بسیار بسیار متاسفم و اندوه شدیدی دارم نسبت به این که چرا این حرفایی که زدیم آقای قاسمی متاسفانه درست در اومد. ای کاش این حرفای ما درست در نمی اومد، ای کاش این اتفاقاتی که ما از قبل پیش بینی کردیم و اطلاع رسانی کردیم، ای کاش به وقوع نمی پیوست.
در طول این چند سالی که داریم فعالیت میکنیم بارها یک جمله ای رو اکثر ماها گفتیم و اون اینه که ما اول باید دشمنمون رو خوب بشناسیم، بدونیم چجوری داره به ایران نگاه میکنه، چطوری داره به مردم ایران نگاه میکنه، اصلا مردم ایران براشون اهمیت داره یا نداره. ما وقتی نگاه میکنیم به اتفاقات قبل از سال 57، یعنی درگیری های تروریست های احزابی که احزاب تروریستی که میومدن برای مبارزه با حکومت شاهنشاهی و میبینیم که چریکان فدایی خلق و توده‌ای ها و مجاهدین خلق با جامعه روحانیون مبارز میان یک کشدار وحشتناکی رو به راه میندازن به اسم آتش سوزی سینما رکس آبادان. ماهیت اصلی پای گذاشتن یک حکومت 100% توتالیتر و تمامیت خواه مذهبی از همینجا معلوم میشه که برای حفظ بقای خودش از هیچی فروگذار نخواهد بود، از هیچ نوع جنایتی چشم‌پوشی نخواهد کرد. بعد از گذشت سال 57 میاییم میرسیم به قتلام های دست جمعی عمرای ارتش و مقامات عالی رتبه کشوری. میبینیم پس دغدغه این رژیم ایران نبوده، دروغ گفته، فقط اومده آدم ها رو بکشه، کسانی که به ایران خدمت میکردن از سر را ورداره و اون وظیفه‌ای که بهش دیکته شده رو اجرا بکنه. یعنی چی؟ یعنی نابودی ایران، فرهنگ ایران رو نابود کنه، تاریخ ایران رو نابود کنه، آثار باستانی ایران رو نابود کنه، جغرافیای ایران رو نابود کنه. بعد از سال 59 شهریور سال 59 میبینیم وارد یه جنگی شدیم که میتونست در دو هفته اول تموم شه. قبول نمیکنه قطعنامه رو، میره میرسه به سال دوم قطعنامه رو قبول نمیکنه، میرسه به سال پنجم قطعنامه رو قبول نمیکنه، در سال هشتم با یک فاجعه عظیم و بزرگ و یک سری یک تعداد زیادی میلیون ها کشته، میلیون ها جانباز، میلیون ها مفقود الاسد، قطعنامه 598 خمینی به قول خودش جام زهر رو مینوشه و قبول میکنه. باز برای حفظ خودشون، برای بقای خودشون از ملت ایران سفر انسانی ساختن، 8 سال جنگ رو ادامه دادن تا برسن به یک جایگاهی که بگن خب حالا باید برسیم به آبادانی ایران، 8 سال جنگ کردیم فلان فلان. در اواخر سال 67 در حج تمتع سال 67 ما شاهد این بودیم که برای نزدیک شدن به ناو جنگی آمریکایی، چون همزمان سپاه پاسداران کثیف این رژیم داشت در عربستان، در جده، در مکه داشت پروژه‌ای را اجرا می‌کرد که بتونه اونجا رو تصرف بکنه و از طریق یمن تسلیحات نظامی سنگینی رو وارد عربستان کرده بود که اونجا جنگ داخلی را بندازه، که این از کانال‌های دیگه اسنادش افشا شده و منتشر شده. آمریکا میاد ناوچه جنگی می‌ذاره تو خلیج فارس. سال 67 جمهوری اسلامی بوئینگ 727 با مسافرانی که دارن میرن سفر حج رو میبره بالا، اینو سپر انسانی قرار میده برای هواپیمای جنگی که ماسکش بکنه و بتونه رادار ناو جنگی آمریکا رو فریب بده تا بزنتش. این میشه بهره برداری از جون یک انسان به عنوان سپر انسانی. از سال 70 که بگذریم نگاه میکنیم میبینیم که خب منجیل و رودبار برای چی باز زلزله بیاد؟ علت زلزله منجیل و رودبار چی بود؟ آیا واقعا اونجا رانش زمین وجود داره که بتونه نزدیک به 17,000 کشته بذاره رو دست مردم؟ یا اینکه نه، داشتن شرایط رو بسترسازی میکردن برای پیماننامه‌ای که در آینده قرار آشکار بشه با اتحاد جماهیر شوروی یا همین روسیه فعلی؟ چرا در بم زلزله میاد 45,000 کشته میدیم؟ به غیر از آزمایش هسته‌ای در مثلث برمودای کویر لوت ایرانه؟ چرا زلزله در کرمانشاه و سر پل زواب؟ ما اتفاقاتی رو که داریم میگیم دلیلش یه چیزی که مردم بدونن جمهوری اسلامی دست از کشتار ور نمیداره، ساختمان پلاسکو رو میاره پایین با اون عظمت، اون تعداد کشته از مردمی که اونجا دارن امرار معاش میکنن، مغازه دارن، تولیدی دارن و
زحمت کشانی به اسم آتش نشان. کشتی سانچی رو میزنن با خدمه میبرن زیر آب. آیا همه اینها حوادثه؟ و اگر مردم عادی در کمال بیخردی میخوام بگن آره حادثه است، چرا تمام این حوادث باید برای یک جغرافیای گربه‌شکل به اسم ایران بیفته آخه؟ چرا در زمانی که چند روز از عید بیشتر نگذشته، چند ساعت در واقع، در استان مازندران و گلستان باید یه همچین سیلی را بیفته؟ ما دیشب در برنامه جناب مهربانی داشتیم صحبت میکنیم، گفتم آقا این پرنده مرگ هر لحظه میتونه بالا سر یک استان بال بزنه، و کمتر از 24 ساعت دیدیم در شیراز این اتفاق افتاد، در خرم‌آباد افتاد، الان اندیمش شروع شده، آب رودخونه کارون خود شما در جریانید اومده بالا و شروع شده، و اطلاعاتی که الان میخواییم در اختیار مردم بذاریم. اینا رو من به عنوان یه پس زمینه و پیشینه ای رو عرض کردم تا برسیم به ماهیت اصلی آن چیزی که این فرقه توکل برای مردم ایران خواب دیده، برای نقشه جغرافیای ایران خواب دیده. فقط قبل از اینکه حالا به آینده بپردازیم که اطلاع رسانی کنیم، یک پرسش من اینجا دارم از خیلیا. در طول این 3-4 روزی که استان مازندران و استان گلستان و الان استان فارس و استان لرستان درگیر این اتفاقات هستن، میشه بفرمایید احزابی مانند حزب سکولار دموکرات، ایرانخواران، ایرانیاران، جنبش ما هستیم، اینها الان کدوم گورستونی هستن؟ الان چرا خفه خون مرگ گرفتن؟ چرا هیچ که نمیشه اپوزیسیون جمهوری اسلامی؟ چرا همه لالمونی گرفتن؟ این آقایون توده‌ای ها و اون فدایان ایران و روح الله خم و اون یکی علی ناجوانمردی کدوم قبرستونی هن الان که بیان حرف دل مردم ایران رو بزنن، بیان بگن تو ایران چه فاجعه‌ای داره رخ میده؟ چطوری خودتون رو اپوزیسیون جمهوری اسلامی معرفی میکنید که همراه ملتتون نیستید؟ جناب قاسم بفرمایید. چون از کنم خدمتون که اینا هستن جناب کمالپور، اینا هستن. من اتفاقا همین امشب داشتم برنامه های تلویزیون های لس آنجلسی رو تن نگاه میکردم، علیرضا نوری‌زاده که نیکش تا بنای گوشش باز بود یا شروور میگفت و داغ داغ ای وای فلسطین ها رو سر داده بود که چرا ترامپ داره مشروعیت میده به اسرائیل که بلندی های جولان به اسرائیل برسه. اصلا نمیدونید چه ناله ای میکرد. اینورم که اون یکی شرم شالاتان هم دیدم که اتفاقا حزب مشروطه بود، متأ جشن گرفته بودن و بزن و به کوهشون بود، مال دیروز که امشب داشت پخش میکرد. ولی بقیه آقایون عرض لوباش هم یه سریشون مشغول مالکشی هن، و شما اگر برید روی صفحاتشون، خانم مسیح علی نجات یه دونه ویدیو از مردم سیل زده، نه از ساری توی نه از استانهای شمالی ایران توی روی صفحه و نه به بعدش و دیگرانتون. خب از این بگذاریم، اینا که مشخص کارشون چیه، اما بذار من یه مطلبی رو بگم. ببینید دوستان، خیلی از این بچه‌ها الان سوال میکنن که آقا این صحبتایی که دارید میکنید چه ربطی به سیل داره؟ الان ربطشو بهتون میگیم. یه مقداری صبر کنید، یه مقداری آروم باشید، ولی لطفاً پنبه‌ها رو در بیارید و با دقت گوش کنید که داستان چیه. خمینی زمانی که اومد، یعنی خمینی رو آوردن تحمیل کردن به ملت ایران، حالا خارجی‌ها اینو می‌خواستن، مافیاها اینو می‌خواستن، روش انفکران 57 هم حمال شدن و خمینی رو گذاشتن رو کولشون آوردن توی ایران. اما خمینی هر حرفی که در داخل سخنرانیاش گفت درست گفت، همه رو راست گفت و همه رو اجرایی کرد. خمینی برگشت گفت اینهایی که ما گرفتیم از غنایم اسلام است و من امر کردم به مستضعفین بدهند و میدهند و خواهند داد. مستضعفین از نظر خمینی و امت اسلام ملت ایران نیست، نبود، نخواهد بود. منظور خمینی و به تبع بعد از خمینی بنیاد کثیفی که خمینی گذاشت، یعنی ایران رو غارت کنن، بچاپن، کشورهای عربی رو، عربی منطقه رو آباد کنن. شما برید نگاه کنید پرواز هواپیمای ایران در زمان شاهنشاه آریامهر به دبی، به ابوظبی و به عربستان، سفرهای پادشاه رو برید ببینید. اون تایمی که پادشاه داره میره توی کشورهای عربی رو برید نگاه کنید، اوضاع اون مملکت، اوضاع اون مردم رو ببینید.
امیر کویت، امیر قطر، امیر نمیدونم فلانجا با قایق، با قایق داره میاد به استقبال هواپیمای شاهنشاهی، هواپیمای ایران. ایران کجا بود؟ اونا کجا هن؟ و الان پیش خودتون فکر کنید چه اتفاقی افتاد در این 40 سال؟ چی شد؟ مگر مثلا چه اتفاق عجیب غریبی افتاد که کشورهای حاشیه خلیج فارس و حتی ترکیه و این ورور باید آباد بشن، اون ایرانی که ما سال 57 داشتیم باید به این وضعی بیفته که امروز افتاده؟ خمینی هر چه گفت عمل کرد، دروغ نگفت، گفت ما پوست شما رو میکنیم و کند. وقتی خمینی اون حرف رو میزنه، این یکی آخوند انچوچک کدوم بود، ریشهری بود یا علم الهدا بود، خاتمی بود، کی بود، گفت خوزستان، سوریه برای ما از خوزستان اهمیتش بیشتره. درست گفت، درست میگه، دارن عمل میکنن بهش، ما حواسمون نیست، ما میخواییم بگیم نه ایشالله گربه است. حالا چه ربطی داره این داستان سیل و زلزله ها و کارهای دیگه که در آینده نزدیک بهش خواهیم رسید؟ جام کمالپور، آخوند یک منطقی داره، خیلی از دوستانی که داخل ایرانن یا بودن قبلا اینو شنیدن، آخوند میگه دیگی که برای من نجوشه میخوام سر سگ توش بجوشه. این منطق آخونده، این حرف آخونده. یعنی چی؟ یعنی اگر قرار باشه فرض کنید این خونه مال من نباشه، بذار ویران بشه، بذار خراب بشه، برای من مهم نیست، خودم کمک میکنم که خراب بشه اگر قرار مال من نباشه. سال 57 خمینی رو آوردن برای نابود کردن ایران. کش اینو من همیشه گفتم، خیلی از این دوستانمون که توی هموطن همزبانانمون که توی اسرائیلن بعضی وقتا ناراحت میشن یا ما رو چیز متهم یهود ستیزی یا مزخرفات میکنن. دوستان، امنیت کشور اسرائیل در این 40 سال با پول مردم ایران تضمین شد، با پول مردم ایران. تمام کشورهای اون منطقه سال 57 و قبل از 57 با اسرائیل دشمنی داشتن، خب این یه چیز طبیعی بود، دشمنیشون هم بود. پول من و شمای ایرانی در سوریه، یمن، لبنان، افغانستان، فلسطین این ورانور هزینه شد تا پادشاه عربستان بیاد و رسما اسرائیل رو به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت بشناسه. این هیچ جوری اتفاق نمی افتاد. هیچ مافیایی نمیاد یه همچین هزینه رو بکنه. هزینه رو من و شما ایرانی دادیم، خبر نداریم. دیدید اخیراً در صدا و سیمای ملی جمهوری اسلامی چه تبلیغی میکنن برای مدافعین حرم و از این مزخرفاتی که دارن میکنن؟ برای چیه فکر میکنید؟ برای اینه که آقای نتانیاهو یا دیگرانشون بیان در این ور اون ور بشینن امتیاز بگیرن، که دیروز هم آقای ترامپ این امتیاز رو دوباره بهشون داد. جام کمالپور، شما صحبت رو شروع کنید تا بریم سراغ مسائل اصلی و هشدارها و اخطارهایی که شما به زودی در ایران خواهید وقوعش رو خواهید دید. متاسفانه خدمت رو عرض کنم که دوستان اگر خاطرتون باشه در دهه اخیر به کرات شایعه وقوع زلزله در تهران رو ما با گوش خودمون شنیدیم. اتفاقاتی که در داخل ایران رخ میده از چند جنبه های اهمیته. یکی از اون مواردش این هستش که جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده، به پایان خط حکومتش رسیده الان و دیگه کارش تمومه، وظیفه‌ش رو انجام داده، تاریخ انقضاش رسیده. حالا وظیفه‌ش در مرحله پایانی چیه؟ ایرانی رو به جا بذاره از خودش که دقیقا پایان دوره قاجار بود، یعنی همون سفلیس و طاعون و وبا و قحطی و خوشسالی رو ارمغان بیاره برای همه ایرانی ها. همون شرایط ویرانی رو برای شهرها، روستاها، نبودن کشاورزی، نبودن امکانات، نبودن تکنولوژی، نبودن کارخونجات، نبودن هیچ نوع صنعتی برای ایران و ایرانی به ارمغان بیاره و اون چیزی که دلش میخواسته باج داده به کشورهایی که بایست میداده بابت این 40 سال، اون مبالغی هم که میخواسته خودشون و اعصاب جمعیشون ورداشتن از ایران خارج شدن. سیل هایی که الان شما شاهدش هستید، از سیل استان مازندران و گلستان
تا به بقیه که حالا اشاره میکنیم الان استاندار قزوین اعلام بحران کرده، تیم جلوگیری از بحران رو تشکیل داده، نه خروج از بحران رو تشکیل داده، گفته 52 مجاری آبهای اطراف قزوین در شرف طغیانه و باید این از سکنه خالی بشه. همدان به همین شکل. حدودا یک ساعت و نیم پیش یک سری از خبرگزاری های داخلی اعلام کردن که تهران در معرض سیله. از طرفی اعلام کردن سد مشرف به استان قم لبریز شده و داره سرریز میکنه. از طرفی کارون رو گفتن سطح آبش بسیار بسیار افزایش پیدا کرده، اومده بالا، در شرف طغیانه. ما تو دو هفته پیش تا هفته پیش در ایران کم آبی داشتیم، در واقع کم آبی هم نداشتیم، بی آبی داشتیم، خشکسالی داشتیم، منابع آبهای زیرزمینیمون تخلیه شده بود، تمام اساتید منابع آبی زیرزمینی در دانشگاه از دکتر کردوانی تا بقیه اخطارهای جدی میدادن. و امروز چه اتفاقی میافته که منابع آبهای زیرزمینی به حجمش به قدری زیاد میشه که غیر قابل کنترله و تمام سطح‌ها یا لبریز داره میشه یا سطح‌ها در اثر حجم بالای چند میلیارد مکعب آب یا حالا چند صد میلیون مکعب آب داره میشکنه و برای اینکه این اتفاق رخ نده مجبورن دریچه‌ها رو باز بکنن. کدوم عقل بیخردی اینو قبول میکنه که ماها بخوایم قبول کنیم؟ آیا این به غیر از اینه که باز شدن این سطح‌ها، دریچه‌های این سطح‌ها مانند همین استان مازندران فعلا ببینید چند هزار نفر بیخانه شدن، چند روز آب و برق ندارن، دولت که نه کمکی میکنه نه نیروی امدادی میفرسته نه امکاناتی اصلا داره که بفرسته، در حالت عادی یه نفر بیمار بشه بره داروخونه داروی وجود نداره، یه مسکن نمیتونن بخرن با 20,000 تومان چون وجود نداره. در شرایط بحرانی چطور میخوان به سیل زده ها برسن؟ یک سال خورده ای از زلزله کرمانشاه و سر پل ذهاب گذشته، کماکان مردم توی سرما و توی گرما دارن جونشون از دست میدن. میرسیم میایم تا به استان فارس. چه اتفاقی میافته در ساعتی که میدونن مردم استراحت کردن و میخوان حرکت کنن، از دروازه قرآن شیراز رچن که برن، چون مسافرت نوروزی بین 1.5 میلیون تا 2 میلیون مسافر هر ساله از استان فارس دیدن میکنه، یعنی 2 میلیون حدودا مسافر وارد این استان میشه و خارج میشه. و شما نگاه کنید حجم ماشین هایی که داره میاد میخوره به هم دیگه، مردم توی ماشین دارن دفن میشن، توی ماشین دارن پرس میشن، جنازه بچه رو از زیر ماشین لای گلا دارن در میارن. و در اون ساعت با یک حجم آبی که دقت داشته باشید بعد از دروازه قرآن وقتی میرسه به بازار وکیل و مسجد زنده وکیل، آب اصلا راکد شفافه. این بغیر از اینی که آب پشت سد تا همه رو یه دفعه باز کردن، اونم چه سدی؟ سد نیست، آب بنده، یعنی در واقع سد بنده، یه سد قدیمیه برای زمان رضا شاه بزرگ اونجا بوده که اومدن اینا بازسازی کردن برای مواقع ضروری، حالا اونو بازش کردن. این فجایع انسانی برای چی باید توسط جمهوری اسلامی رخ بده؟ دوباره تکرار میکنم پرسشمو، کدوم مغز بی خردی قبول میکنه که با این حجم شدید و سنگین بی آبی و خشکی و غزالی ناگهان ایران سرازیر بشه، مملو بشه از آبهای جوشان و خروشان که همه بشه سیل در تمام ایران؟ این به غیر از اینه که 152 سدی که در ایران دستور ساختشو داشتن و تا الان 75-6 تاشو ساختن و بهره برداریشو راه انداختن، اینها ساخته شد تا منابع آبی رو ذخیره کنه برای روز مبادا ایران رو بدن زیر آب. و امروز تهران، کرج، قم، قزوین، همدان، بندرعباس، خوزستان، کل خوزستان، چون توی خوزستان سد گتوند هست، سد دس هست، سد کرخه هست،
و همه اینا رو اگه باز کنن کل خوزستان رفته زیر آب، مشهد میره زیر آب، هیچ جایی تو ایران دیگه نداریم زیر آب نرفته باشه. ما یه زمانی 7000 خورده سال پیش نزدیک به 8000 سال یه شهری رو گفتن شهر سوخته رفت زیر خاک، اسمشو گذاشتن شهر سوخته کرمان. ما داریم به جایی میرسیم تو قرن 21 بشیم کشور زیر آب، و این امکانات هم ما تو ایران نداریم که خواسته باشیم مثل ونیز با قایق تو خیابونها زندگی بکنیم. برنامه اینها نابود کردن مردم ایرانه، یک نسل کشی عظیم ایرانیه. روزی که خمینی اومد قانون اساسی رو زد زیر بغل صادق خوشگله یا همون صادق طباطبایی که ببره تو مجلس کثیفشون تایید بکنه، عمدن واژه و اسم امت رو گذاشت. خط کشی از همونجا اعلام شد که یا همتون باید حزب اللهی باشید، همتون در راستای مسیر ما حرکت بکنید، در غیر این صورت کسانی که خارج از امت اسلامی باشن طبق قانون کثیف اسلام خونشون مباح و حلاله، باید کشته بشن و سپر انسانی شدید برای یک سری افراد وقی با اقلیت احمقی که دارن بر شما حکومت میکنن. بفرمایید جناب قاسمی. عرض کنم من یه مطلبی رو باید بگم، الان میرسیم دوستان به اون قسمتی که حالا چه اتفاقاتی قرار بیفته و خواهد افتاد، حالا بهش میرسیم. ولی این صحبت داریم میگیم دیگه میشه. داریم میگیم دیگه، شفافتر از این بگیم. آره حالا نه، حالا به اون مورد حساسش هم خواهیم. آره. ببینید خیلی خیلی ساده است، خیلی روانتر از این دیگه نمیشه گفت. همین دو سه روز پیش برای تعطیلات نوروز خود پزشک قانونی و اورژانس جمهوری انگلنشان آخوندی اعلام کرد در 10 سال گذشته 280,000 نفر 280,000 نفر در جنگ سوریه کل جمعیتی که کشته شد 400,000 نفر بود. در جنگ عراق که آمریکا بهش حمله کرد حدود 60,000-70,000 نفر کشته شد کلن توی اون داستان. 280,000 نفر در 10 سال گذشته فقط در جاده های ایران جان باختن. یه قلم. ولی کک دنیا نمیگزه. برای سوریه دیدید چیکار کردن؟ چه فرقی میکنه جنگ؟ یعنی جنگ آدم ها رو نابود میکنه. جاده های ایران با امکانات جمهوری اسلامی و سوء مدیریتش هم داره همون آدم ها رو نابود میکنه. فقط یه قلم توی تصادف جاده. ولی شما میبینید صدا از کسی در نمیاد. حقوق بشری که سال 57 این توده یا و این چپی ها و این کمونیستا و این مزاحمین خر تو بوق و کرنا کرده بودن و همین اروپایی ها و خارج از کشوری ها هم پرومودش میکردن، اما الان صحبت از اون حقوق بشر نیست. اصلا برای ملت ایران ملت ایران براشون مهم نیست. چرا مهم نیست؟ حالا بهش میرسیم چراشون. یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی انجام داده، برید سایت هر صدی الان یک سایت داره. حالا قبلا پرونده داشت، دسترسی عمومش آزاد نبود، ولی امروز اکثر سایت‌های صدهای بزرگ، مخصوصا صدهایی که زمان شاهنشاهی ساخته شد، یه سایت داره، یک نمودار داره، سالشو داره، متراژشو داره، تمام مشخصات سایت رو داره. برید نگاه کنید ببینید سدهای ایران در 40 سال گذشته به هیچ عنوان لایروبی، به قول معروف مرمت، ترمیم نشدن. فقط همین یه نمونه شو برید نگاه کنید. در داستان دروازه قرآن شیراز، شیرازیایی که بچهای شیراز هستن میدونن، جایی که دروازه شیراز اتوبان رو انداختن که میخواد رد بشه، این قبلا رودخونه بوده. اینو برداشته جمهوری اسلامی یه لوله گذاشته زیرش، یه لوله که گربه رو باشه، اگه یه گربه بره اون تو گیر کنه دیگه آبم رد نمیشه، و روشو اتوبان انداخته، از یه طرف راهشو بسته، یعنی راه خروج آبو بسته، یعنی دست بردن توی نظم طبیعت. از طرف دیگه مثلا شمال ایران تمام جنگل‌ها رو بریدن، دزدیدن، خوردن، فروختن، جاشو آتیش زدن، زمینش هم فروختن به آقازاده و هارون‌زاده های خودشون و ویلاسازی انجام شد. بقیهش هم زمین های بکره، زمینیه که پوشش گیاهی نداره،
وقتی هم که پوشش گیاهی نداشته باشه، آب اگر هم 1% آب باران باشه، این آب باران به شدت و با سرعت تبدیل به سیل میشه. رودخانه هایی که از نظر طبیعی بودن این رودخانه ها و زمان رضا شاه و قبل از رضا شاه و بعد از رضا شاه در زمان شاهنشاهی اینا ترمیم شدن، بزرگ شدن، گسترش پیدا کردن، محکم کاری شدن، تمام اینا رو جمهوری اسلامی هست ویدیوهاش برید نگاه کنید، تمام اینها رو فروخته و پول زمینا رو گرفته و اکثرش شده ویلاسازی برای آقازاده ها و حرومزاده های خودشون. شما مثلا در داستان الان بزنید توی یوتیوب، بزنید دوستانی که هستن توی این دسترسی اینترنت دارن، بزنید توی یوتیوب ویلاهای لواسان رو، بزنید توی یوتیوب کلاردشت رو، بزنید توی یوتیوب و انواع و اقسام جاهای مختلف، هر چی جای بک و خوش آب و هوا بوده اینا برداشتن فروختن و اصلا فکر اینو نکردن که آقا این نظم سیستم طبیعی اینجا رو شما دارید به هم میزنید. این یه قلمه داستان. اما در مورد اینکه چرا جمهوری اسلامی دقیقه 90ی که میخواد گورشو گم کنه، باید ایرانو خراب کنه و یک ایران ویران شده، یک ایران ویران شده تحویل بده. فقط من یک کوچولویشو بهتون اشاره میکنم. یکی از نکات اساسی که در همه جای دنیا صادقه اما در مورد منطقه خاورمیانه مخصوصا کشور ما خیلی خیلی صادق داره اینه: شما هر مافیایی که میبینی، مافیا برای چی به وجود میاد؟ مافیا روی تجارت، روی بیزینس به وجود میاد. سیاستمدار کیه؟ اون کسیه که دستورات اون مافیا رو اجرا میکنه. مافیا دنبال چی میگرده؟ بیزینسمن دنبال بازار میگرده، دنبال این میگرده که بتونه یک چرخش اقتصادی داشته باشه. شما فکر کنید، فکر کنید ایرانی که الان جمهوری انگلشان آخوندی به این ویرانی داره ویرانتر از اینش هم میکنه و آینده قراره، حالا اگر بمونه چیزی قراره تحویل ملت ایران بده، اینو کی باید بسازه؟ کدوم کمپانی ها، کدوم مافیا ها باید اینو بیان بسازن؟ چه سرمایه گذاری هایی باید بکنن و چه درآمد و بازدرآمد اینا دارن؟ این وسط چه اتفاقی میفته؟ جون مردم ایران ببخشید مثل پشکل برای اینا بی ارزشه. من امروز یه ویدیویی دیدم، دو تا کودک با پدر مادرشون بودن وسط اون خیابون، یه تیر چراغ برق بود، پدره دستشو گرفت به تیر چراغ برق، بچه‌هاشو گرفت ولی بچه‌هاشو آب برد. برای دنیا، برای اون مافیاها، برای اون کسایی که جمهوری اسلامی حمایت میکنن، برای اون کسایی که جمهوری اسلامی رو آوردن، جون اون بچه ارزشی نداره، اصلا ارزشی نداره. در آفریقا همین دیروز پریروز در نمیدونم کدوم قسمت آفریقا بود سیل اومده بود، یه منطقه کوچولویی 700 نفر مردن، آمارشو همه تلویزیون‌ها و رادیو اعلام کردن. من چند روزه دارم من شارژ گوشیم داره تموم میشه، مجبورم فکر کنم یه بار خارج شم ببینم با دستگاه دیگه خارج شم. خب اگه خارج شد دوباره بعد فقط خب اینو داشتم میگفتم. شما در اخبارهایی که الان داره منتشر میشه میگن در ایران در اتفاقای اخیر، سیلهای اخیری که توی ایران اومده، کلن 10 نفر مردن. خیلی جالبه، استانهای شمالی ما 3 نفر بودن، 7 نفر هم توی شیراز مردن، کلن شد 10 نفر، تموم شده رفت. در صورتی که همین خبرگزاری ها اعلام میکنن که 200 دستگاه خودرو در دروازه قرآن، در دروازه قرآن شیراز رو آب برد. خب شما همین ویدیوها رو که میدید نگاه میکنید، تو هر کدوم از این خودروها 4-5 تا آدمه، 4-5 تا آدمه، بچه است، زنه، و تمام اینا رو داره آب میبره. میخوام بهتون بگم تمام این داستان هایی که شما دارید میبینید دوستان، برای اینه که آخوند جام کم آورد. دوربین نداری؟ دوربین نداری؟ فکر کنم گوشی تو باید برگردونی. تهرانی ها و کرجی ها، این خبری که حالا بهتون میگیم، این خبر فوق العاده دردناک.
جناب کمالپور دوربین ندارید، فکر میکنم گوشی تو باید برگردونی یه بار. نه وقتی شما دوربین نداری من نمیتونم عد بفرستم که مهران جان. بله متاسفانه اون ویدیوهایی که هست، ویدیوهایی که هیچ کدوم خبرگزاری یا پخشش نمیکنن، همه رو دوستان پخش کردن، میتونید ببینید رو برگه‌های مختلف هست، رو صفحه رستاخیزم هست. شما اگه اون ویدیوها رو نگاه کنید خودتون میتونید آمار بگیرید چه تعداد آدم همین الان در همین ویدیو یک دقیقه‌ای که شما دارید میبینید چه تعداد آدم نابود شدن. جام کمالپور دوربین نداری متاسفانه. دوستان ببخشید من باید جناب کمالپور رو بیارم بالا چون صحبت ها باید با هم همزمان بره جلو. مهران جان بازم دوربین نداری؟ نمیدونم چرا. گوشی تو به یه حالت دیگه بگیر، خاموش روشن کن، نمیدونم برو بیرون دوباره بیا. خب پس اومدی به من پیام بده. خب دوستان ببینید اتفاقی که داره میفته در آینده نزدیک، حالا شاید خیلی ها بگن که این صحبتایی که داره میشه برای چیه، یا مثلا برای ترسوندنه، برای وحشت. نه اصلا به این عنوان نه برای وحشت نه برای ترسوندنه، برای اینکه بیدار شیمه. برنامه‌ای که جمهوری انگلشان آخوندی داره، همین الان توی خبرگزاری خود جمهوری اسلامی هم چند تیکه به خبراش پرداختم ولی نه مستقیم، گفتن که تهران و کرج در معرض سیل قرار داره در روزهای آینده. شما فکر کنید تهرانی که یک بارونه مثلا 5 دقیقه‌ای میاد، آب از سر و کول شهر بالا میره و خروجی آب نداره این شهر، و تهرانی که طبق آمار خود جمهوری اسلامی، مهران جان بازم دوربین نداری، طبق آمار خود جمهوری اسلامی سالانه 65 سانتیمتر داره نشست میکنه، که خود وزیر محیط زیستشون برگشته بود گفته بود اگر در اروپا 19 سانتیمتر نشست سالیانه باشه اعلام وضعیت اضطراری میکنن، اما در کشور ما سالانه نداره. جناب کمالپور دوربین نداری؟ نمیدونم چرا دوربین نداری. در کشور ما سالانه تهران داره 65 سانتیمتر نشست میکنه، زیرش هم که پوکه، همه میدونن تهران زیرش چه خبره. یه سریش که به خاطر مترو خرابکاری کردن. آه الان اومد جناب کمالپور، ولی بعدم بهم بگو چیکار کردی که دوربینت اومد. بذار من من نمیفهمم اینا با چه روی زنده هم. جام که آفوش صدا داره فکرم برمیگرده. چرا برمیگرده؟ آه الان خوب شد. من اینا گفتم جام که آفوش شنیدم، همه صحبتاتون رو شنیدم. بله تهرانی که این وضعشه با یک بارندگی 5 دقیقه‌ای آب توی مترو و مغازه و خیابون و بیابون و همش پر میشه. حالا اتفاقی که قرار برای تهران میفته در جام مهران شما بفرمایید، من یه دونه از این ساندیس من کمالپور هستم. جناب قاسم من کمالپور هستم. من کیو گفتم پس؟ شما تو مهربانی. جام مهربانی آخه شما رو میوردم میشونم دوربینش باز بود. شما چیز نکنید. خدمتتون عرض کنم دوستان در رابطه با شرایطی که ما الان داریم صحبت میکنیم این قسمتش مهمه. جمهوری اسلامی آماده شده برای باز کردن چند دریچه سدهای مختلف. جناب قاسمی گفتن اینایی که ما میگیم به خاطر ترسیدن نیست، به خاطر اینه که یک بار باید تو زندگیمون تصمیم بگیریم، مرگ یک بار، شیون یک بار. من خیلی سریع اینا رو میگم چون تا قبل از این شارژم تموم بشه و دستگاه خاموش صدا میپیچه و مشکل داریم امشب کلن، میگم که تمومش کنم حرفمو. مرگ یک بار، شیون یک بار.
یه روزی گفتیم آقا اگه قراره تو قحطی خوشسالی بمیرید بیایید راه بیافتیم بیایم وسط خیابون و انقلابتون رو تموم بکنید، حداقل شاید 2000 نفر مردن، تموم میشه 5000 نفر مردن. اما بهتون قول میدم شرایطی که جمهوری اسلامی با قطار مرگی که راه انداخته در سراسر ایران، اگر بلند نشن مردم، اگر مردم بلند نشین، مطمئن باشید میلیونی آدم میریزه تو کف خیابون، مطمئن باشید موش وبا و طاعون رو براتون به ارمغان میاره، مطمئن باشید بچه هاتون گوشت تن همدیگر رو میخورن. یه روزی 2 سال پیش گفتیم قحطی و خوشسالی میشه و داره میشه، گفتیم جمهوری اسلامی دست میزنه به قتل عام ایرانی و داره میزنه، سکوت کردید. تا کی میخواید بشینید منتظر معجزه باشید؟ تا کی میخواید بشینید به امید عمو ترامپ و نمیدونم ایکس و ایگرگ و زد؟ هیچ کدوم از اینها نمیتونن اون آبی که شما ریختی تو دیگ براتون به جوش بیارن که ازش بخواید غذایی درست کنید، آشپزی کنید. مطمئن باشید امروز اگر بتونید بلند شید این اید و بازدید رو تمومش کنید، به قول خودتون در داخل ایران اسرائیل بالای سرتون داره پرواز میکنه، شب خوابیدید صبحی براتون وجود نخواهد داشت. کسانی که در قزوین، در همدان، در بندرعباس، همین الان از بوشهر داره پیام میاد که دارن ساکنین بخش ساحلی بوشهر رو تخلیه میکنن، اخطار دادن به سونامی در بوشهر، همین الان این پیامش اومده. آقا یک جایی باید ما به خودمون بیایم، ما کی هستیم؟ پس جونمونو که داریم میدیم، آینده بچه هامونو که داریم میدیم، ایرانو که به باد داریم میدیم، تاریخمونو که به باد دادیم، فرهنگمونو به فنا دادیم، هیچی دیگه نداریم. سد امیر کبیر، سد کرج رو میخوام باز کنن، اخطار دادن. مردم بفهمید، قزوین و همدان رو میخوام ببرن زیر آب، بفهمید. قوم رو میخوام ببرن زیر آب، بفهمید. تنها چیزی که میتونه جلوی این بحرانهایی که جمهوری اسلامی داره برای مردم ایجاد میکنه فقط و فقط یک چیزه، با ایجاد بحران متقابل. اگر مردم بلندشن و این بحران رو برای جمهوری اسلامی درست کنن، اینا خفه خون میگیرن، میتمرگن سر جاشون، دیگه دست به کشتار جمعی و دست جمعی نمیزنن، از کشتار انفرادی در بازداشتگاه و زندان های جمهوری اسلامی کارشون هنوز تموم نشده، رسیده به قتل عام عمومی در کف خیابون ها با سیل. صرفاً و صرفاً مطمئن باشید این اتفاق در تهران و در کرج و در مراکز استان ها، در تمام شهرهای مهم رخ خواهد داد. چیزی که نزدیک به 1 سال و 3 ماه پیش من گفتم، بارها در طول این مدت زمان گفتیم، شب گذشته تکرار کردیم که این قطار مرگ، این پرنده مرگ هر لحظه بالا سر یک استان توسط جمهوری اسلامی داره به پرواز در میاد و امروز مستقیما داره اعلام میشه. یا شما بلدید جنگ روانی چیه، یا بلدید کدها رو بگیرید، یا بلد نیستید. آقا اگر بلد نیستید لطفاً فیسبوکاتون و اینستاگراماتون رو همه رو ببندید برید دنبال زندگیتون. مبارزه خونه خاله نیست. هر کسی از ننش قر میکنه میاد میگه من مبارزم، من براندازم، یه فیسبوک باز میکنه اراجیف میذاره توش، یه اینستاگرام باز میکنه اراجیف میذاره توش، تو یه همچین مواقعی که میرسه بند خشتگشو نمیتونه به بند بده بره تو خیابون حرف بزنه، وای به حال این که بشه مبارز. آقا خجالت بکشید، ایران تموم شد، ایران از بین رفت. اونهایی که میان میشینن دنبال فلسفه چینی هستن الان باید بیان وسط بگید آقا بلند شید برید کف خیابون، الان باید برید جلوی این فاجعه ملی رو بگیرید. فقط و فقط با قیام ملی بلند تموم میشه این مرگ، این کشت و کشتار با قیام ملی تموم خواهد شد، بفهمید. اگر دوست ندارید بفهمید، مطمئن باشید این نفهمیتون به قیمت این تموم میشه که چند روز دیگه حد اکثر
همین تابوت کف خونه خودتون قرار میگیره و میشه نعنوی جنازه شما. اینو بهتون قول میدم. چه از خانواده خودم باشه چه هر کسی که میخواد باشه فرقی نمیکنه. شما دارید بهای نعنوی مرگ خودتون رو پرداخت میکنید با سکوتتون. تمام ایران بلند شید به جایی که برید عید دیدنی و عید و بازدید و این همه ندارم 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 همه جای ایران دارید میرید، بلند شید راه بیافتید میلیونی برید دم وزارت کشور، چهار روز بشینید تو خیابون، چهار روز راه ها رو ببندید تو تهران. اگر جمهوری اسلامی کارش تموم نشد چهار روز دووم بیارید، چهار روز دووم بیارید، غیرت داشته باشید برای چهار روز، شرف ایرانی داشته باشید، غیرت ایرانی داشته باشید برای چهار روز. اگر جمهوری اسلامی ریغ رحمت رو سر نکشید. جناب قاسمی بفهمید. ببینید دوستان همین الان خب این یه تست دیگه، تست کنیم دیگه، یه مقداری بشینیم مسائل رو ببینیم. ببینید در سیلی که آوردن در شمال ایران، یکی از این نمایندگان یه شورای اسلامی رفته بود توی یکی از این شهرهای که رفته زیر آب، شهر چی بود اسمش؟ آقلا بله، رفت اونجا و گفت ما از صبح هرچی داریم به استاندار زنگ میزنیم تلفنش جواب نمیده، فرماندار تلفنش جواب نمیده. شما نگاه کنید در داستان زلزله بوئین زهرا که در زمان شاهنشاه آریامهر این اتفاق افتاد، 5 صبح 6 صبح زلزله میاد، 8 صبح شاهنشاه و شاهبانو با تیم مجهز بالا سر توی بوئین زهرا بین مردم بودن. آقا همونجا فرماندار و استاندار رو باید بگیرن، همونجا دادگاهی صحرایش کنن، نابودش کنن. خیلی جالبه جناب کمالپور، یارو رفته توی کانادا داره عکس با این دختر مخترا گرفته پخش کرده، وزیر کشور دروغگوی کثافتش میاد تو صدا و سیمای ملی میگه ایشون مشکل خانوادگی داشته رفته، بعد خود شارلاتان فلان فلان شدهش میاد مینویسه من جانباز شیمیایی بودم رفتم برای درمان کانادا. بعد خیلی جالبه دوستان، شما یک پیام از حسن بنفش، روبای بنفش یا علی خامنه‌ای مفلوک نمیبینید. حسن بنفش رفته کیش قش برای خودش تفریح، حسن بنفش رو بریزید سطلاشخار، خامنه‌ای رو بریزید سطلاشخار. آیا در داستان شیراز، در داستان اتفاقی که در شمال ایران افتاد، شما اصلا آثاری از کمیته امداد، هلال احمر، سازمان، ارگان، نهاد چیزی دیدید؟ خب دیگه چجوری؟ حالا فکر کنید اگر این اتفاقی که مثلا امروز در دروازه قرآن شیراز یا در شیراز افتاد، باور کنید اگر این اتفاق در تهران بیفته، حداقل مرگی که توی ایران اتفاق خواهد افتاد بالای 7 میلیون آدمه، چون تمام تهران فرو خواهد رفت. اصلا در این شک نکنید، یا صدا رو باز میکنن روی تهران یا منتظر زلزله بعدی باشید. زلزله جناب قاسمی توی کرمانشاه مگه اول زلزله نیومد بعد سیل اومد؟ تو همین سر پل ذهاب توی تهران هم مطمئن باشید همین اتفاق میفته، به یک دلیل کاملا واضح. اگر اول تو تهران زلزله بیاد بعد بخوان سیل رو را بندازن، خیلی برای خودشون بیشتر گران تموم میشه. به نفعشون اول سیل را بندازن که یک تعداد کمی کشته بشن، مردم متواری بشن، بعد زلزله رو که را بندازن آمار میرسه به همون چیزی که اعلام کردن، 2 میلیون کشته، 3 میلیون کشته. خب مردم ایران محکومن به مرگ. چرا؟ چون سال 57 رو به جون خریدن، 12 فروردین 58 رو به جون خریدن، نسل آیندهشون رو سوزوندن و نابود کردن. امروز اگر ما بلند نشیم، تکون نخوریم، غیرت نشون ندیم، قطعا فردا نسل‌های بعدی ما توف هم نمیندازن تو صورت ما. به عنوان خائن‌ترین، به عنوان بی‌شرافت‌ترین، به عنوان بی‌وجودترین نسل ایرانی ما رو خواهند شناخت. مایی که امروز میشینیم از اندیشه های 57 و نسل خائن 57 حرف میزنیم، خودمون جربازه نداریم بیاییم وسط حرف بزنیم، خودمون از این که بیاییم جلوی دوربین حرف بزنیم میترسیم. وای با حالی که تو خیابون خواسته باشیم بیاییم کاری بکنیم.
انقدر شعورمون نمیرسه، انقدر درک مبارزاتی نداریم، انقدر فهم مبارزاتی نداریم، انقدر نگرش مبارزه نداریم که اگر 3 میلیون آدم بیاد توی کف خیابون، اگر 5 میلیون آدم بیاد توی کف خیابون، جمهوری اسلامی که چی، پدر جد جمهوری اسلامی هم یه دونه تیر نمیتونه چلیک بکنه. از ترس وجود خودشون هیچ نیروی سرکوبی جرئت نمیکنن یه دونه ترقه بزنن، چه برسه یه دونه تیر بزنن، جرئت نمیکنن یه دونه تیر مشقی بزنن، چه برسه بیان تیر جنگی بزنن. اینقدر ما شعور نداریم. افراد بیشعوری که میشینن جلوی دوربین اراجیف تحویل مردم میدن، از تاریخ و فرهنگ ایران مال 40 ساله دارن توضیح میدن، نمیتونن تو این شرایط بیان مردمو قشنگ توجیه کنن، حالیشون کنن. بابا الان وقتشه، بحرانی که ساخته شده موقعیت رو باید تشخیص بدید، از این تهدیدها باید بهترین فرصتها رو بسازید برای جلوگیری از بحران شدیدتر برای مردم. یاد بگیرید شما بحران سازی بکنید براشون، نمیان بگن، چون منافع خودشون به خطر میافته، منافعشون به خطر میافته. آقای قاسمی، مردم اینها آماده هستن، بهتون قول میدم تمام صدها رو روی شهرها باز خواهند کرد، ایران میره زیر آب. تنها راه نجات این داستان قیام ملی همین الانه، نه وقت دیگه. وگرنه به قول آقای قاسمی، حالا نمیگم 7 میلیون کشته تو استان تهران یا شهر تهران، حداقل در نظر بگیرید توی شهر تهران که تمام زیرش پر از چاهای عمیق هست، مطمئن باشید 3 میلیون جمعیت از بین خواهند رفت. دست دست نکنید. دست دست کردنتون اینه که فقط بشینید با سکوتتون، با بیخیالیتون نشستید، دارید تابوت حمل جنازه خودتون رو میسازید. اینو بفهمید، با گوشت و پوست و استخون درکش بکنید. ببینید آیا تحمل دارید، ببینید بچه‌تون جلو چشتون رفت توی سل خفه شد، رفت زیر آوار مرد، ببینید تحمل میکنید خواهرتون، برادرتون، مادرتون، پدرتون جلو چشتون برن زیر آوار نابود بشن و شما همینجوری سر ما رو گنده بشینید، همینجوری بیخیالی؟ یه جا باید غیرتتون به جوش بیاد. جناب قاسم، من الان شارژم تمام شده دیگه، گوشیم خاموش میشه. بله سپاسگزارم جناب کامپیوتر. من یه مطلبی رو بگم. ببینید دوستان عزیزی که توی تهران و کرج دارن زندگی میکنن، الان شهر قم، شما فردا شاید فردا صبح بلند شدید نصف قم هم توی آب رفته. استان خوزستان این دو سه تا جا رو که دارن نشون کردن، کرج و تهران. بوشهر هم هست. بله بوشهر، بله بوشهر استان خوزستان که کلا استان خوزستان رو کلا. دوستانی که توی تهران و کرج و این شهرها زندگی میکنید، اگر یکم عاقل باشید، حالا نمیخواید بیاید توی خیابون، اون یه بحث دیگه است، ولی یکم عاقل باشید، باید بیاید الان در میادین شهرها تجمع کنید. اصلا آقا خونه زندگی تو ول کن، خونه ای که آب میخواد بیا با خونه ببرد، خب جمع کن وسایلی که نیازه، بیا توی میدون، بیا توی جای داخل شهر، بیاید تجمع ایجاد کنید، بیاید توی شهر ساکن بشید. آقا بیایید بگید ما امنیت نداریم، امنیت ما رو تضمین کنید. اگر جناب کمالپور، اگر همین دوستانی که توی دروازه شیراز توی ماشیناشون بودن، دیدید ویدیوهاشون هست، خب اگر اینا اومده بودن توی میادین شهر توی خیابونا نشسته بودن، فوقش ماشیناشون آب می‌برد، تمام شد. ولی بچه طرفو جلوی صورتش آب نمی‌برد، نمیتونه کاری بکنه. این اتفاق داره برای تهران، کرج، قم، لرستان و استان خوزستان میفته. از همه مهمتر کشدار به قول معروف گستردهش در تهران و کرجه. جمهوری اسلامی چون آخر داستانه، باید آخرین مأموریتش هم به درستی انجام بده. تا امروز هر کاری انجام داده روی برنامه بوده، روی پلن بوده. فکر نکنید علی خامنه‌ای یا حسن روحانی یا امثال این آتش‌خالا این کار رو میکنن، نه، دست هایی در کاره که با پول ملت ایران دیگران به یه نوایی برسن، تا امروز رسیدن. آخرین خواستشون از جمهوری اسلامی نابودی کامل کشور ایرانه که دارید میبینید داره اتفاق میفته. چیزی هم اگر قراره بعد از جمهوری اسلامی به ملت برسه، یک کشور ویران، یک کشور داغون، یک کشور بدون زیرساخت میخوان تحویل ملت بدن، که حالا هر حکومتی که بیاد سر کار، این حکومت تا بخواد این کشور رو کشور کنه، سالهای سال میگذره و ملت باید بدبختیشو بکشن. یادتون باشه تمام زیرساختهایی که زمان رضا شاه و شاهنشاه آریامهر
انجام شد در ایران، تمام اون سرمایه هایی که زیر خاک و در زیربنای ایران انجام شد، جمهوری اسلامی در این 40 سال تمامش رو نابود کرد. چاهای نفت ایران رو همه رو نابود کرده. هیچ کدوم از چاهای نفت ایران بازسازی نشده. هیچ کدوم از معادن ایران بازسازی نشده. هیچ کدوم از سیستم برق‌رسانی و لوله‌کشی و گازکشی و تمام این سیستم‌های زیرساختی ایران بعد از دوره شاهنشاه توسط جمهوری اسلامی بازسازی نشده. سدهای ایران بازسازی نشده. جاده ها بازسازی نشده. تنها کاری که جمهوری اسلامی کرده یک محله هایی در تهران درست کرده برای هموطنان عرب خودش که آورده توی شمال شهر ایران. اونایی که توی شمال شهر ایران میشینن اونا ایرانی نیستن. مردم ایران اگه بخواید پیدا کنید توی حاشیه شهرها برید پیدا کنید. مردم ایران همونایی هستن که توی سطل آشغال دارن دنبال غذا میگردن، اونا مردم ایرانن. ولی برید شمال شهر تهران نگاه کنید ببینید کیان، ببینید چه کسایی اونجا ساکنن. جناب قاسمی، من قبل از اینکه گوشیم خاموش بشه، دوستانی که البته دوستان همه که دوستان نیستن، ولی کسانی که لایو میذارن چه در اینستاگرام چه در فیسبوک هر جای لایو میذارن، الان وقتشه این زیپ دهنتون رو باز کنید، الان بیاید بشینید مردم رو هدایت کنید برای قیام ملی. به جای نشستن جلوی دوربین و اراجیف گفتن و آب هویج گرفتن، بشینید الان حرف بزنید. به جای اینکه هشتگ سازی کنید پشتک بزنید برای این و اون، الان بیاید بشینید مردم رو راهنمایی کنید که آقا حرف الان اینه، اگر تکون نخورید جونتون تمومه، ایران رفته. از یک سری رسانه‌های فکستنی لس‌آنجلسی شما نمیتونید توقع داشته باشید. از یک سری افرادی که منافعشون تحت منافع مافیای پشت جمهوری اسلامی گره خورده به همدیگه شما نمیتونید هیچ توقعی داشته باشید. از کسانی که در بزنگاه تاریخی ناسیونالیست ایرانی رو ول میکنن، میرن میچسبن به تجزیه طلبا به خاطر منافع ملی و به خاطر ببخشید منافع شخصی، به خاطر پست و مقام میرن به اونا میپیوندن، از اونا نمیتونید توقع داشته باشید. از مبارزانی که بدون توقع 24 ساعته دارن تلاش میکنن برای آزادی ایران، فقط مردم این خواسته رو دارن اطلاع رسانی درست بکنن، به موقع اطلاع رسانی بکنن. بشینید برای مردم حرف بزنید، بگید عزیزان الان بیایید تو خیابون. اگر تحمل دیدن داغ عزیزتو نداری الان بیا تو خیابون، الان بیا برو بگو آقا من زندگیم امنیت نداره، من دنبال امنیت جانی خودم هستم. آقای وزیر کثیف کشور، شمایی که بلند میشی به خاطر اینکه پاچه شلوار یه تیک گل نپره با هلیکوپتر میری از بالا سر استان مازندران و گلستان دیدن میکنی، بیا جواب منو بده. من تهرانی، من کرجی، من قومی، من بندرعباسی، من بوشهری، با چه تضمینی شب بخوابم صبح جنازه‌م از تو خونه در نیارن؟ اینا رو برید از وزیر کشور بخواید، برید از حسن بنفش بخواید، برید از دولت بخواید، برید 4 روز جلو وزارت کشور جمع شید، تجمع کنید، 4 تا راههای دور بر وزارت کشور رو ببندید. بهتون میگم 4 روز تحمل بکنید، اگر جمهوری اسلامی نابود نشد، اگر همون کشورهایی که مترصد این اتفاق هستن بلافاصله به رسمیت نشناختن این قیام ملی رو، آقا یه جا تمومش باید کرد. تا کی میخواید خون نون رو بزنید تو خون خودتون بخورید بدید دهن بچه‌تون؟ یه جا تموم کنید. همه مینالن آی فساد زیاد شده، فحشا زیاد شده، برای امرار معاش زن میره خودفروشی میکنه، تنفروشی میکنه، مرده میره این کارو میکنه، بچه میره اون کارو میکنه، اون یکی میره. آقا تمومش کن، اینا خودمون مقصریم. محمد جواد ظریف وقتی در جواب رضا رشید پور میگه این زندگیه که خودمون انتخاب کردیم، به همین دلیل بیغیرتی ما ایرانیانه، چون ما خودمون داریم انتخاب میکنیم که خفه خون مرگ بگیریم. اگر غیرت داشته باشیم یه بار بلند میشیم وامیستیم میگیم آقا اگه قراره تو خونمون بمیریم، اگه قراره زیر آوار بمیریم، اگه قراره تو سیل بمیریم، اگه قراره یه خانواده 4-5 نفره همه با هم دیگه بمیرن، بذار از یه خانواده یه نفر بمیره، اما ایران آزاد چه؟ 40 سال جمهوری اسلامی این غیرت رو از ما گرفته. یه جا تمومش باید کرد. لحظاتی هستش که کسانی که میتونن صحبت کنن، کسانی که دارای نگرش مبارزاتی هستن، نه اینا که میان اراجیف میبافن هیچی هم بارشون نیست، کسانی که دارای نگرش مبارزاتی هستن باید الان بیان تو عرصه میدون مبارزه و
بعد بیان مردم رو بهشون یاد بدن، راحت بدن، راهنمایی کنن، از مسیرهای مبارزه بهشون بگن، بیان وسط. الان مردم رو از هر جای ایران که شده باید جمع کنن بکشونن تو مراکز شهرها، بکشونن تو مراکز استانها، مرحله به مرحله. امکان داره الان تایمیه که یک ساعت دیگه دوباره ما لایف بذاریم، احتمال داره فردا صبح لایف بذاریم، ساعت 3:30 شب لایف بذاریم. ما با تب و تاب سیاسی داخل کشور حرکت میکنیم، با تب و تاب مخاطب و با تب و تاب مزدورا حرکت نمیکنیم. بیدار شید، هوشیار شید، حرکت کنید. انفعال و انزوا بده بسته، تمومش کنیم. ایران دیگه هیچی ازش نموند. خجالت باید بکشیم، از نسل خودمون باید خجالت بکشیم. جناب قاسمی تا چند ثانیه دیگه الان اختار آخرم داد برای شارژ موبایلم. سپاسگزار که دوستان همراه ما بودید. برقرار باشید. پاینده ایران و ایرانی، برفراز با پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان، جاوید شاه. تا درودی بعد، بدرود. جناب قاسمی بدرود. خب دوستان عزیز، من یه جمله دیگه آخرش هم بگم. اینی که الان جناب کمالپور گفتم و تو که برنامه صحبت شد، این عین واقعیت دستور کشتار جمعی ایرانیان داده شد، از سال 57 داده شد. همون ابتدای کار این کشتار انجام شد، دیدید اصلا دیگه نیازی به گفتن نیست، همه میدونید اینو. هیچ کدوم از این کشورهای دنیا که دایه حقوق بشری هم داشتن ککشون نگزید، تا همین الانش هم صداشو در نیاوردن. بنابراین این اتفاق داره میفته و دقیقه آخری که جمهوری اسلامی میخواد بره، باید ماموریتشو به پایان برسونه و تنها چیزی که مانع از این میشه که این ماموریت کثیف جمهوری اسلامی درست به پایان برسه، خیزش مردمه. فقط و فقط خیزش مردم. نه کشور آمریکا، نه کشور اسرائیل، نه کشور عربستان، نه کشور انگلیس، هیچ کشوری دلش برای ملت ایران نسوخته. این خود مردم ایرانن که باید این اتفاق رو ایجاد کنن، این اتفاق رو باید رقم بزنن تا بعد کشورهای دیگه صدای مردم رو بشنون و به خواسته مردم تن بدن. تا بچه گریه نکنه پستونک دهنش نمیذارن. یه بار دیگه بچه‌هایی که دوستانی که توی تهران، کرج، قم، لرستان و استان خوزستان هستید، مطمئن باشید در یکی دو روز آینده، چند روز آینده اتفاقای عجیب غریبی توی شهراتون میفته و منتظر یک زلزله عجیب غریب هم باشید، احتمالاً در تهران. صد رو برای کرج باز میکنن، زلزله رو توی تهران میارم. یادتون باشه زمین ایران الان خشکه، این زمین خشکه، فرو نشسته. آب وقتی با این شدت داره میاد به این زمین تزریق میشه، خودش باعث یه سری فعل و انفعالات میشه که همین فعل و انفعالات توی تهران فقط کافیه یک زلزله سریشتری بیاد، سریشتر بیشترم نه. به شما قول میدم از میدان ونک بگیر تا برو به شابدلازیم و شوش و همه اینا برسه، تمام فرو خواهد رفت. و جمهوری اسلامی دنبال اینه که این اتفاق رو رقم بزنه. نباید بذارید بزنه. دیدم الان یکی از دوستان نوشته بود شما همتون فلانید فلانید.